می‌شناسم که خیلی خطرناکه، خیلی آدم هم میکشه. به خاطر اینکه اونجا درس میدن و منم درس رو میخوام یاد بگیرم. به خاطرم خیلی دوست دارم. نگرانی که داشتیم ولی خب سعی کردم تو خونه آموزش ها رو لازم رو بهش بدم که میاد مدرسه، چون کلاس اوله به نظر من حضورش تو مدرسه مهمتره تا تو خونه. بالاخره کلاس اوله، بالاخره نوع نوشتنش، اینا همه زیر نظر معلمه که از اول شکل میگیره. شاید تو خونه من بتونم نتونم مثل معلم در حقش اون آموزش لازم رو داشته باشم. یعنی قلبا خودم دوست داشتم بیاد مدرسه زیر نظر معلم باشه. خب همین که الان ما میبینیم، حالا از بد به ورود با حالا ضد عفونی کردن، حالا از کفش گرفته، لباس گرفته، تونل هایی که گذاشتن، ارائه دادن های حالا ماسک، شیت، فاصله گذاری های روی میز و صندلی هایی که دادن، خب این خیلی کمک میکنه. دستبندی کردن دانش آموزان، اینا همه رعایت میکنه که حالا بچه های ما سالم تر بیان. امروز مهمون عزیزم سال گذشته خیلی تعطیلات ناگهانی شد و اینکه برای من معلم یه دفعه خیلی غیر منتظره بود، ولی امسال آمادگیمون خیلی بیشتر بود، خیلی آموزش دیدیم، خیلی دوره ها رو دیدیم. فقط اگر نت یاری بکنه فکر میکنم خیلی مسائل و مشکلات کم شده باشه نسبت به سال گذشته. من دلیلش رو نمیدونیم به عنوان مدیر مدرسه که این دلیل دلیلی بوده که بتونه حالا اولیا رو قانع بکنه. خیلی از کشورهای دنیا هم آغاز کردن این فعالیت‌های آموزشی خودشون رو با همه رعایت‌های دستورات بهداشتی، ولی واقعا من نمیدونم که چه دلیلی پشت این موضوع هستش. من به شخصه درک نمی کنم، اونم 15 روز زودتر برای بازگشاییش رو اصلا درک نمی کنم. حتما یه سیاستی پشتش بوده قطعا، ولی خب
ما مجبوریم دیگه، چون بالاخره بچه‌هامون باید آموزش ببینن و ما نمیدونیم یه سال، دو سال، سه سال چقدر طول میکشه. نمیتونیم بچه‌هامون از آموزش دیدن محروم کنیم واقعا. Yeah.